سلام بر شما، شامتان بخیر. به برنامه ورزش از تولونیوز خوش آمدید. من همایون آشنا تا نیم ساعت میزبان شما در این برنامه هستم. هشتمین دور مسابقات لیگ کرکت شپگیز میان هشتیم به میزبانی کابل امروز آغاز شد. در نخستین روز این رشته مسابقات دو دیدار رو اندازی شد که در نخست دو تیم کرکت کابل بازان و بند امیر در برابر هم به زمین بازی رفتند و پس از آن مسینک و اسپینغر در برابر هم قرار گرفتند. مسئولان برد کرکت کشور برگزاری چنین لیگ ها را بر رشد کرکت داخلی، بازی های بیرون مرزی، شناسایی استعدادهای پنهان به تیم ملی به ویژه آمادگی به مسابقات جام جهانی 2022 استرالیا تاثیرگذار می دانند. امروز دوشنبه کابل گواه برگزاری هشتمین دور مسابقات کرکت افغانستان تحت نام اشبگیزه بود. جوش خروش این لیگ پای صدها تن از شهروندان کشور، حتی سفیر ترکیه در کابل را به هدف تماشای این دور مسابقات به ورزشگاه کرکت نیز کشانده است. مسئولان کرکت بورد کشور برگزاری چنین لیگ ها را بر رشد کرکت داخلی، بازی های بیرون مرزی، شناسایی استعدادهای پنهان به تیم ملی به ویژه آمادگی به ابرهای آبی به مسابقات جام جهانی 2022 استرالیا تاثیرگذار می دانند. په راتلونکي کې موږ د ایرلند سره لوبې لرو، د هغې نه وروسته ایشیا کپ دی، ورلډ کپ دی، نو شل ورځې لوبې دي. امید لرو چې موږ لوبغاړو د دغو لوبو دپاره به یو ښه تمرینات هم وي، یو ښه تیاری به هم وشي. سفیر ترکیه در کابل با شرکت در لیگ کرکت شپگیزه ورزش را نماد همبستگی و جمع ساختن مردم زیر یک چتر دانسته و میگوید من بسیار خوشحال هستم در این تورنمنت پیستاورد در کابل حضور دارم. آرزوی موفقیت به این تورنمنت میکنم. این بر موفقیت های کرکت به سطح رقابت های جهانی میافزاید. من باور دارم که کرکت افغانستان یک آینده درخشان دارد. در پرهای آبی کرکت برگزار این گونه لیگ ها را برای تقویت و بلند بردن کسب تجربه بازیکنان تازه جذب شده به آن سودمند میدانند. خصوصا د ځوانانو لپاره ډیر یو ښه فرصت ده چې هغوی خپل ټیلنټ او استعداد دلته شو کی او دنیاوال وګوري دغوی استعدادونه. شهروندان کشور که از جاهای دور نزدیک به منظور تشویق تیم های مورد علاقهشان به ورزشگاه کرکت آمدند، با ابراز خرسندی از راه‌اندازی این دور مسابقات خواهان گسترش و برگزاری این گونه لیگ ها به سطح کشور در برخی از دیگر ولایت ها نیز شدند. در این شرایط باید همین مسابقات فوتبال، کرکت، دیگر مسابقات رزمی باید زیاد برگزار شود، با خاطر اینکه در این شرایط همین افغانای ما خوشحال باشه. امارت اسلامی سفاری دست نور لو بایم هم متشمتی که زکر چی طول افغانه دلته یوزه راقل اخپل ملی اتلان ستایی. لیگ کرکت شپگیزه با انجام دو بازی بامداد امروز در حال برگزار شد که در نخستین دیدار این رقابت ها دو تیم کرکت کابل بازان و بند امیر در برابر هم روبرو شدند که این بازی با تفاوت 6 ویکت به سود کابل بازان به فرجام رسید. در دومین دیدار این پیکارها دو تیم مسینک و اسپینغر در برابر هم نیز رقابت کردند. این مسابقات با شرکت بازیکنان داخلی و خارجی به مدت 19 روز و در قالب 32 بازی در حال انجام شده است که سال پار این پیکارها به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشده بود. مسابقات سه روزه پاورلفتنگ به سطح شهر کابل با شناسایی بازیکنان نخبه امروز به فرجام رسید. در این رقابت های 130 ورزشکار از باشگاه های گوناگون پایتخت شرکت داشتند و به منظور راهیابی به تیم منتخب کابل به مدت سه روز در برابر هم رقابت کردند. این پیکارها در چهار رده سنی و در بخش های گوناگون وزنی از سوی فدراسیون پایتخت به هدف بلند بردن سطح ظرفیت ورزشکاران این رشته برگزار شده بود. و حالا بیشتر صحبت میکنیم در پیوند به پایان مسابقات پاورلفتنگ کابل. اینجا با وزیر احمد سخیزاده، مسئول اجرایی فدراسیون پاورلفتنگ افغانستان که مهمان من هستند، بیشتر در پیوند به پایان برگزاری مسابقات با ایشان صحبت میکنیم. آقای سخیزاده سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه. در قدم نخست سلام خدمت شما
و همکاران عزیزتان و بیننده های تلویزیون که ما را میاکنون از پرده های تلویزیونشان میبینن سلام تقدیم میکنم. تشکر. میخوایم نخواست بدانم که برگزاری دور مسابقاتتان با چه شیوه برگزار شده بود نسبت به سالهای گذشته که شما برگزار میکردین، این دور مسابقات تفاوت ها چی بود؟ یعنی در کل چه تفاوت های در دور مسابقات بود؟ تشکر، سوال خوبی است. ما تقریبا در دور بیش از 130 ورزشکار و 15 کلب در مسابقات حضور داشتند که خوشبختانه ما هدف ما از برگزاری همچون مسابقات، من به صفت رئیس برد اجرایوی فدراسیون البته جواب پاپرتان میگم که چهره های برتر مرکز که یعنی پایتخت ما باید شناسایی شوه به خاطر انتخاب برای تیم ملی سرتاسری افغانستان که تقریبا در تاریخ 25 اسد مسابقات سرتاسری است. این مسابقات به خاطر از اون روی موضوع سخیزاد صاحب صحبت میکنیم. حالا مسابقات گزینشی پاورلفتن که در سطح شهر کابل البته باشگاه ها برگزار شده بود، چه تعداد ورزشکار را در چند رده سینی شما گزینش کردین به تیم کابل؟ با تیم کابل در حدود 60 نفر ورزشکار انتخاب شد، بیش از 130 ورزشکار اشتراک داشت اینجا که بخش نوجوانان که در 4 کاتگوری بود، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، ماستران در 4 کاتگوری و 9 اوزان وزنی که وزن اول تا وزن نهم که از وزن 53، وزن 59، وزن 66، 74، 83، 93، 105 کیلو، 120 کیلو، مثبت 120 کیلو در نو اوزان. بسیار خوب. تفاوت دور مسابقاتتان چی بود؟ یعنی سالهای گذشته با چه تفاوت برگزار میشد؟ امسال با چه تفاوت؟ یعنی تغییرات آمده بود در نحوه برگزاری مسابقاتتان، نحوه داوریتان؟ البته کسانی که شرکت داشتن، ورزشکارهایی که در این مسابقات حضور داشتن. تشکر. بله، ورزشکارهای ما خوشبختانه بسیار با یک روی بالا و با یک تجربه کافی در طول 13 سال از بنیانگذاری فدراسیون پاورلیفتینگ میشه در سطح افغانستان که در 1389 بنیانگذاری شده بود تا الحال ورزشکارها سال به سال تجربه بالاتر، روی بالاتر، اما اندازه تکتیکای بالاتر کار میکنن. خوشبختانه ریکوردهای بسیار خوب داشتند که ریکوردهایشان به سطح آسیا مقایسه میشه که انشالله ورزشکارهای ما را میتونیم به سطح آسیا برای ما مدال برن، برای کابل، برای افغانستان که بتانند دستاوردهای خوب داشته باشند. و جا داره که از هیئت رهبری فدراسیون شهر کابل تشکری کنیم، رئیس فدراسیونش خواجه میر مجاهد صاحب، جناب توداخل صاحب، عبدالمتین سادات، استاد کبیر فقیری، عزیز عماس که در اصل فدراسیون زحمتهای زیادی کشیده بودند، شب و روز تلاش کردن تا این مسابقه را به شکل درست زیر نظر خود ما که البته اونجا به صفت سرکم ما حضور داشتیم بسیار به شکل درست اساسی انجام شد. زمانی که شما همچون مسابقات به سطح کابل برگزار میکنین، یعنی راه اندازی همچون مسابقات برای تقویت ورزشکارانتان و همچنان بلند بردن سطح باشگاه هایتان چقدر میتونه سودمند باشه؟ بسیار زیاد. ای برای ورزشکارای ما چون هر رقابتی که پیش روی می داشته باشه ورزشکار میتونه بیشتر آمادگی بگیره، چون نظر به سال قبلی تا به امسال در ریکورد هر کدام ورزشکارای ما تفاوت‌های بسیار زیاده بود، تفاوت‌های بسیار زیاده بود که خوشبختانه امسال برای ما بسیار قناعت بخش بود که ورزشکارای ما بسیار از روی بالا و با یک ریکورد بالا تمامنش که در رقابت‌ها اشتراک داشتن که با دست آوردن 2 نفر انتخاب شد، البته در بخش یکی سبک وزن، یکی سنگین وزن، در بخش قوی ترین کسی که بالاترین ریکورد زده احمد سیار سخیزاده در بخش سبک وزنش که وزن 74 کیلو بود و سنگین وزنش مصطفی انتخاب شدن به عنوان بهترین ورزشکارای دور. دیگه در وزنا و کاتگوری اوزانا مختلف در هر وزن 3 نفر انتخاب شده. بسیار خوب. تلاش دارین که این مسابقات را انتقال بتین و بیرون از کابل در شمار دیگر از ولایت ها هم برگزار بکنین همچون مسابقات انتخابی را و پس از او شاید که شما مسابقات تیم ملی را برگزار بکنین؟ بله، ما تقریبا در تاریخ 9 و 10 ماه اسد که پیش روی داریم مسابقات ولایت پروان ما منتخبیشه داریم، دیگه ولایات ما را داریم. پیش از این تقریبا 2 ماه قبل در ولایت خوست با زینه ریاست عمومی تربیت بدنی
ما در ولایت خوست مسابقه زون بین 7 ولایت برگزار کردیم که بسیار به سطح بالا و فعلا نام ریاست عمومی تربیت بدنی همکاری زیاد هم برای ما داشته و برای ما گفته که شما میتونید به ولایت دیگه مسابقات زونی برگزار کنید که قبلا ما مسابقات زون داشتیم بین 4 ولایت 5 ولایت 6 ولایت همیشه مسابقات ما جریان داشته و روز به روز فدراسیون ما دولت رشد ترقی ان شاء الله ورزشکارای ما زیاد شده. کوتا سخی زاده صاحب روی وضعیت اقتصادی ورزشکارانتان همیشه اشاره داشته باشین که در حال حاضر وضعیت اقتصادی ورزشکارانتان چگونه است؟ کسانی که عضویت تیم ملی را دارند آیا میتونند به درستی رشته را پیگیری بکنند یا خیر؟ خب این که مشکلی است که در سطح کشور دامنگیر همگی ماست، وضعیت اقتصادی مردم وضعیت خوبی نیست، بیشتر مردم جوانای ما بیکار هستند، روز روزگار درست ندارند، دیگه کسایی هم که در کارم بوده تا بیکار شدن، یک ذره یک مشکل اقتصادی بالای روی جوانا زیاد تاثیرات داره. امیدوار هستم که دولت امارات اسلامی افغانستان برای جوانای ما برای تمام ملت زمینه کار مساعد بسازند تا باشه که زمین نایام ورزشکارای ما خیالشون راحت باشه. بالاترین نقشه در زندگی انسان رویه داره. وقتی که رویت از طرف خانواده و فامیل یک حمایت میشودی آرام بود میتونی که بسیار خوب بدرخشی، اما زمانی که رویت نارام بود، اعصابت نارام بود، فکرت نارام بود، اقتصادی بسیار بدترین. یعنی سخی زاده صاحب شما ملی پوشای فدراسیون پاورلفتنگ افغانستان را دارین که به دلیل نبود اقتصاد بسنده رشته را ترک کرده باشند، کنار رفته باشند؟ ما داریم، ما کسایی را داریم که یک تعدادش شاید به خاطر می تنگ دستی و فقر و مشکلات ها خارج از کشور رفتن، نتونستن دیجا امو خرچ و از این خود فراهم ساخته و از این گذشته فعلا هم تعداد ورزشکارای داریم که بسیار علاقه مندی دارن، ترک نکدین اما مایوس هستن، ترک نکدین. یعنی آسیب روانی میتونه جدی باشه؟ بله بله امیر، ما از دولت امارات اسلامی افغانستان خواهشمند هستیم، منیسی اگر اولاد این وطن پیشنهاد میکنیم که زمینه کار برای ورزشکار برای تمام ملت، چون همه ملت نیازمند است و بیشتر طبقه ورزشکار کسایی هستند که افتخار آفرین هستند، در بیرون از افغانستان میرن بیرق افغانستان به اعتزاز، سرود ملی را به اعتزاز در میارن، دیگه ای چیزی است که ما در چند ولایت در حال حاضر نمایندگی فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان است و عملا ورزشکارای ما فعالیت دارند. فعلا در حدود 18 ولایت فعالیت فدراسیون پاورلفتینگ فعالیت داره و نماینده های فدراسیون ملی در اونجا نمایندگی دارن. فدراسیون های ما فعال است و ورزش ما جریان داره در 18 ولایت. تشکر. میخوایم کوتاه روی چالش هایی که در حال حاضر در فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان دیده میشه و هفته گذشتم ما با نجیب الله ایوبی که خود را رئیس فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان معرفی کردن، در حال حاضر رئیس ایرشته کی است؟ چرا فدراسیون در حالت دوگانگی، یعنی در رسش که دو رهبر باشه قرار داره؟ این مسئله را شما مطبوعاتی ساختین در این مورد یکم روشنی بندازین؟ بله، بسیار سوال خوبی را اشاره کردین. ما نظر به مشکلات هایی که در سال 1389 در فدراسیون ما داشتیم، ضعف مدیریت، ما مجمع عمومی ما با مرکز از زینه ریاست تربیت بدنی افغانستان مجمع عمومی ما خواسته شد و اونجا ما انتخابات برگزار کردیم. انتخابات برگزار کردیم چون وقت زمان کم بود که باز رژیم تغییر خود برای 6 ماه. برای ما اونجا نظر به رای مجمع عمومی ما که ما همیشه وقت به رای از اونها احترام داریم، از امی ولایات آمده بودند در اونجا در مرکز با حضور داشته آیت رهبری ریاست تربیت بدنی انتخابات برگزار کردیم. علیرضا رفیع‌زاده از ولایت هرات به صفت سرپرست تا 6 ماه در رأس فدراسیون آمدند. خب حالا نجیب‌الله ایوبی از پوستش برطرف شد. فعلا نجیب الله ایوبی دوست ماست، برادر ماست، در فدراسیون ملی پاورلفتینگ افغانستان کدام نقشی ندارند. پس اینا که رئیس خود را معرفی میکنند، صحبت میکنند در رسانه، ایرا چرا شما رسانه ای نساختین؟ مثلا بر رسانه یک نامه، حداقل یک اطلاعیه شما باید میدادین، مکلف بودین. اینا باید که مسئولین ریاست تربیت بدنی کار میکرد، ما برشان تمام چیز ما معلوم است که در حضور داشت از اونا انتخابات ما شد که نجیب الله ایوبی برطرف شد، در جای جایگزینش علیرضا رفیع‌زاده آمد
و محمد الله کتوازی به صفت معاونش آمد، فرید محمدی به صفت در نظام پیشتر در نظام پیشتر. حالا شما پیشنهاد کردین به تازگی؟ به تازگی کدام پیشنهاد جدید ما ندادیم، چون نجیب الله یعقوبی زیاد علاقمندی به فدراسیون داره، زحمت های زیاده اونم کشیده، ما هم از اون تشکری میکنیم. مونتا فعلا کدام نقش نداره. پس چرا عقب زده شد؟ دلیل چی بود؟ دلیلش ضعف مدیریت داشتن، همی بعضی ولایات ازشان ناراضی بودن، بعضی مشکلات ها بوده داخل فدراسیون که با مسابقات بیرون از اینا مشکلات زیاد داشتن، با او خاطر ولایت تضمین گرفتن که باید نجیب الله یعقوبی نباشه، جایگزین کسی دیگه باشه. چون دو وقت ما را گفتن 6 ماه بعد انتخابات است، تا 6 ماه ما بر شما سرپرست این میکنیم. سخی زاده صاحبی زده بنده زمانی که در یک فدراسیون باشد، سرنوشت و فدراسیون و همچنان ورزشکارانش به کجا کشیده خواهد شد از دید شما؟ الحمدلله فدراسیون ما فعلا هیچ کدام مشکلی نداره. همین مسئولینی که فعلا در رأس فدراسیون از بیشتر در بخش مالی و داریش تو داخل سای فعالیت داره. ما بودیجه و پیشنهاد مسابقات تیم ملی ما که برای شما گفتم در تاریخ 25 اسفند مسابقات داریم، بودیجهش تثبیت شد، خلاص شد، دیگه سر وقت مسابقات ما برگزار میشه، مسابقات ولایت ما برگزار میشه، منتخبی ما، همه چیز ما دوچار هیچ مشکلی در فدراسیون ما نداریم، نیستیم الحمدلله، مشکل نداریم در فدراسیون. ورزشکاران ما مسابقات بیرون مرزی هم داریم ما در سال روان؟ ده سال پیش رو ما فعلا کدام مسابقه را پیش بین نیستیم، چون که امو بودیجه و چیزی از طرف ریاست عمومی تربیت بدنی تثبیت نشده بود. تا که به زمان ما مسابقات تیم ملی ما را برگزار نکنیم، مسابقات بیرون مرزی ما نمیتونیم بریم، به خاطر که چهرهای برتر انتخاب کنیم در مسابقات سرتاسری که عدالت در نظر گرفته شود، بعد از اون انتخاب کنیم برای بیرون از افغانستان، که خدا کنه که ریاست عمومی تربیت بدنی ورزشکارای ما را در نظر گرفته، بودیجه برای مسابقات بیرون مرزی برای ما بده. از حضورتان سپاسمندم آقای وزیر سخی زاده، مسئول اجرایی فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان. تشکر از اینکه تشریف آوردید. از دعوت شما هم تشکر، از تمام دوستا، همکارا، بیننده های عزیز جهان سپاس و تشکر میکنم. و حالا ادامه برنامه ورزش. برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی کابل مشخص شد. مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ساحلی کابل روز گذشته با حضور مسئولان برگزاری و همچنان نمایندگان تیم های حاضر در این لیگ پیگیری شد. در این رقابت ها 10 تیم حضور دارند و به مدت 24 روز به گونه لیگ در برابر هم رقابت می کنند. این مسابقات فردا سه‌شنبه 28 سرطان در میدان ساحلی فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز می شود. مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال ساحلی کابل روز گذشته با حضور احسان الله شیرزاد، مسئول کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال، کمیته برگزاری مسابقات و نمایندگان تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها انجام شد. در این رقابت‌ها 10 تیم یعنی تیم‌های شریف اسپورت، جوانان همدرد، رامکی مرادخانی داودزی، اتفاق جوانان داودزی، ولی اثر، امید افغان و افغان کلاب حضور دارند و به مدت 24 روز به گونه لیگ در برابر هم رقابت میکنند. هدف از این مسابقه اول خو رقابت سالم بین کلاب‌هایی که همیشه زحمت کشیده و مسابقات میکنند و تمرینات میکنند، اینا باید به قهرمانی را پیدا کنند و بهترین بازیکنان انتخابش به تیم ملی فوتبال ساحلی، که انشالله ما سفرهای خوبی داریم به طرف تیم ملی فوتبال ساحلی که بازیکنان خوبی را انتخاب بکنند مربی‌ها و همچنان مسئله داورا و مربی‌هایی که فعالیت خویش را نشان بدهند در فوتبال ساحلی. پیکارهای لیگ برتر فوتبال ساحلی کابل در حال با حضور 10 تیم قرعه کشی شد که شمار از مسئولان تیمای شرکت کننده با حمایت از راه اندازی این لیگ میگویند خوشحالند که لیگ فوتبال ساحلی مانند دیگر لیگ ها هم مساله راه اندازی میشوند. اینان از مسئولان فدراسیون فوتبال میخواهند تا در فرجام بهترین بازیکنان این رقابت ها را به گونه شفاف و بی‌طرفانه به تیمای ملی فوتبال ساحلی کشور گزینش کنند. خواست ما از فدراسیون و خصوصا تیم استدعابی فدراسیونی است که دقمتر و دقت و تمام مسابقات حاضر باشند و تمام فاکتورهای یک بازیکن خوب باید مد نظر بگیرند و سلیقه انتخاب نکنند، مثلا با استادای یا منیجرای کلاب ها ارتباط داشته باشند و ارتباطی انتخاب نکنند و انتخاب باید بکنند که اونا بتونن افتخار بیارن، نه اینکه برن و 10 گل 15 گل بخورن و بعد برگشت کنن. فعلا که مسابقه برگزار میشه ما بسیار خوش هستیم و میخواهیم که سالانه یک بار نه دو بار سه بارش مسابقات برگزار شود، فدراسیون ملی یک توجه کنه
که بتانیم بازیکنای خود را روش بتیم. فردا ما رای میکنیم با مسابقات بیرون مرزی بتانیم نتیجه خوبی داشته باشیم. اگر ما به سال یک مرتبه بازی کنیم دو نمیتانیم نه بازیکن خوب را انتخاب کرده میتانیم نه خوب تربیه کرده میتانیم. این پیکارها از روز سه شنبه 28 سرطان در میدان سالی فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز می شود که در نخستین دیدار از ساعت 4 عصر تیم‌های رامکی و افغان کلب در برابر هم رقابت می کنند. رقابت های بدمینتون در کابل برگزار شد. مسئولان در فدراسیون بدمینتون می گویند که در این رقابت ها بیش از 30 ورزشکار حضور دارند و برای دو روز در بخش های سنی گوناگون در برابر هم پیکار می کنند. با گفته مسئولان هدف از برگزاری این رقابت ها شناسایی برترین بازیکنان به تیم منتخب کابل است که به مدت دو روز راه‌اندازی شده است. شماری از شرکت کنندگان در این پیکارها خواهان برگزاری اردوگاه های تمرینی بیشتر، حسای کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی در داخل و بیرون از کشور هستند. رقابت های بدمینتون در کابل برگزار شدند. مسئولان در فدراسیون بدمینتون میگویند که در این رقابت ها بیش از 30 ورزشکار حضور دارند و برای دو روز در بخش های سنی گوناگون در برابر هم پیکار میکنند. با گفته مسئولان هدف از برگزاری این رقابت ها شناسایی برترین بازیکنان به تیم های منتخب کابل است. تعدادهای بسیار خوب است و کار ضرورت دارد. اگر کمیته ملی المپیک ریاست عمومی تربیت بدنی در این قسمت همکار شود و ما بتانیم یک تعداد از اینا را به کمپ های تمرینی روان بکنیم، یعنی واقعا چهرههای است، استعدادهای است که آینده میتونه که نام افغانستان را به یک شهرت و به یک نام نیک برسانه. این رقابت ها در حال میان ورزشکاران کابل برای دو روز راه اندازی شدند که شمار از شرکت کنندگان در این پیکارها رو اندازی این رقابت ها رو برای رشد ورزش بدمینتون سودمند می دانند و خواهان برگزاری اردوگاه تمرینی از سوی کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی در داخل و بیرون از کشور هستند. دا د زمونږ ورزشکاران لپاره ډیر اساسی او ډیر مهم خبرګون ده. دا ډیر کولی سی زمونږ لوبې ته بدلون ورکی، زمونږ تجربه ډیره کی، یو کتاب تجربه ده او مونږ کولی سو چې دغو مسابقو کې خپل وړتیا وښیو او دا مسابقې مونږ خارجي مسابقو ته چمتو کوي. این مسابقه به خاطر رشد جوانان این کشور بسیار زیاد مفید می باشه، به خاطر که بر ما کمک میکنه و مسابقه های بیرون مرزی دستاور داشته باشیم. مسئولان در فدراسیون بدمینتون میگویند که قرار است رقابت های آسیایی نشته در ایران و پاکستان در آینده نزدیک برگزار شوند. از همین رو از اداره ورزش کشور میخواهند تا زمینه شرکت ورزشکاران کشور را در این رقابت‌ها فراهم سازند. تیم ملی فوتبال زیر سن 19 سال در یک دیدار تدارکاتی در برابر تیم باشگاهی استقلال به پیروزی 1-0 دست یافت. ملی پوشان فوتبال زیر سن 19 سال افغانستان که برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا اردوگاه تمرینی را که در پایتخت برگزار کرده است، عصر روز گذشته در دیدار تدارکاتی با یک گل از صد استقلال کابل گذشت. قرار است تیم ملی فوتبال زیر سن 19 سال افغانستان به زودی برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا رهسپار تاجیکستان شود. تیم ملی فوتبال زیر سن 20 سال در یک دیدار تدارکاتی در برابر تیم باشگاهی استقلال به پیروزی 1-0 دست یافت. ملی پوشان فوتبال زیر سن 20 سال افغانستان که برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا اردوگاه تمرینی را برگزار کرده و برای این رقابت‌ها آمادگی می‌گیرد، عصر روز گذشته در دیدار تدارکاتی با یک گل از صد تیم فوتبال استقلال کابل گذشت. از موږ آمادگی ډیره قوي ده. موږ ته خپل استادان هم سهار تمرین کوي او مازدیګر تمرین کوي. موږ انشاءالله ډیر آماده یو چې افغانستان لپاره یو ښه نتیجه ونیسو د خیر سره. یک هفته میشه کم تیم ملی شروع شده 19 سال در کابل و تیم نزدیک 60-70% آمادگی لازم داره و به امید خدا هنوز دو هفته دیگه فرصت داریم تا که به بازی های کافا به تاجیکستان اعزام شیم و خدا رو شکر بچه ها کلگی آماده ایم و امیدوارم یک نتیجه خیلی خوب برای افغانستان بگیریم در بازی پیش رو در تاجیکستان. در گل تیم ملی 19 سال افغانستان را در این مسابقه منیر احمد به ثمر رساند و تیمش را به پیروزی رساند. هدف امروز از بازی ما یک بازی دوستانه است که به خاطر آمادگی مسابقات کافا یعنی مرکز آسیا که ما بر از او آمادگی میگیریم که انشاءالله قریب رسپار تاجیکستان میشیم. به خاطر از این بازی دوستانه را ما با تیم قهرمان استقلال گرفتیم.
اردوگاه تمرینی و این بازی تدارکاتی در حال برای آمادگی تیم ملی 19 ساله فوتبال کشور از سوی فدراسیون فوتبال رو اندازی شده است که مسئولان در فدراسیون فوتبال از آمادگی های بازیکنان تیم زیر سن 20 سال کشور برای شرکت و کسب نتیجه در برابر حریفانشان در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا کافا خبر می‌دهند. قرار است تیم ملی فوتبال زیر سن 20 سال افغانستان از تاریخ 3 تا 13 آگوست 2022 برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا کافا عازم تاجیکستان شود. ملی پوشان زیر 20 سال افغانستان در گروه جی رقابت‌های انتخابی قهرمانی آسیا با تیم‌های عمان، تایلند و فیلیپین هم گروه هستند. در فرجام برنامه ورزش ما در همینجا به پایان میرسد. از همراهیتان سپاسگزار. شب بر شما خوش.